Mr. Foreign Minister, very good to have you here. Iran has used missiles to strike into the territory of two countries. اتفاقی که روز گذشته در اربیل اقلیم کردستان جمهوری عراق رخ داد موضوعی است که مرتبط با عوامل موساد هست عواملی از موساد رژیم اسرائیل عملیات هایی رو در داخل ایران انجام دادن جمهوری اسلامی ایران هر اقدامی که از طرف رژیم اسرائیل علیه امنیت مردم ما انجام بپذیرد رو با قدرت پاسخ خواهد داد with their bill because the Iraqi government denies that there is a hostile act towards a friendly government that is how Iraq is reading it ما به حاکمیت و تمامیت ارضی عراق احترام می‌گذاریم اطلاعات نیروهای امنیتی ما در خصوص مکانی که در کردستان عراق هدف قرار گرفته اطلاعات دقیقی است مقامات امنیتی ما با مشاور امنیت ملی عراق در حال بررسی موضوع هستند اطلاعات دقیق ما تایید می‌کند که نقطه هدف قرار گرفته مربوط به موساد بوده و خطایی از طرف ایران رخ نداده کشور همسایه دوست و برادر ما پاکستان مورد هدف پهپاد و موشک‌های ایران نبودند گروهی موسوم به جیش العدل که یک گروه تروریستی ایرانی است و در بخش‌هایی از مناطق پاکستان در استان سیستان و بلوچستان پاکستان پناه گرفته‌اند و ما بارها در مورد اون با مقامات عالی رتبه نظامی، امنیتی و سیاسی پاکستان گفتگو کردیم. عملیات‌هایی رو در روزهای گذشته در ایران انجام دادند. پاسخ ما روی تروریست‌های ایرانی در داخل خاک پاکستان هست. من قبل از این گفتگو با همکارم وزیر خارجه محترم پاکستان در این خصوص گفتگو کردم. ما به حاکمیت و تمامیت ارضی پاکستان احترام می‌گذاریم به حاکمیت و تمامیت ارضی عراق احترام می‌گذاریم اما اجازه نمی‌دهیم که امنیت ملی کشورمون رو به بازی بگیرند It seems as though you are encouraging an escalation. امنیت کشتیرانی و امنیت دریانوردی مورد توجه جدی جمهوری اسلامی ایران هست. یمن هم بر این موضوع باور دارد. اما امنیت دریای سرخ امروز به تحولات در غزه گره خورده است. همه ما ضرر خواهیم دید و آسیب خواهیم دید اگر نسل کشی و جنایات اسرائیل در غزه متوقف نشود، و جبهه‌های مختلف فعال باقی بماند. Hezbollah is going to get more involved in more attacks and counterattacks in Israel. طبعاً توقف نسل‌کشی در غزه می‌تواند منجر به توقف درگیری‌ها در جنوب لبنان و شمال سرزمین‌های رژیم اسرائیل بشود. Comment on Pakistan, sir. بر اساس ماده 51 منشور استنادی که می‌کنیم. Comment on Pakistan, sir? بر اساس ماده 51 منشور استنادی که می‌کنیم. Prime Minister, what can you say about Pakistan, sir?
rien là pour nos affaires. Est-ce qu'il y a un problème ?